نیروهای کرد سوریهی مورد حمایت آمریکا عملیات تازی علیه آنچه که پناهگاه های مخفی داعش در اردوگاه الهول در شمال شرق این کشور دانستند را آغاز کردند. در سال جاری میلادی دست کم چهار نفر از جمله چهارده زن در این اردوگاه محل اقامت آوارگان و نیز خانواده های اعضای داعش کشته شدند. یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در گفتگوی با رویترز دلیل آغاز این عملیات را نیاز فوری برای رسیدگی به افزایش موارد خشونت از سوی داعش در اردوگاه مزبور دانسته است. به گفته این سخنگو بررسی اجساد قربانیان عمدتا نشان دهنده خشونت وحشیانه است و بسیاری از آنها به وسیله تپانچه یا تفنگ بی صدا کشته می شود و اجسادشان در راه آب و فازل آبها رها می شود. این مقام نیروهای کرد متحد آمریکا افزود پس از شورش ماه ژانویه داعش در زندان شهر حسک سرعت عملیاتها علیه افراد وابسته به داعش ساکن اردوگاه الهول افزایش یافته است. الهول میزبان حدود 55 هزار نفر از اطباع سوریه، عراق و دیگر ملیت هاست که پس از شکست داعش در برابر نیروهای کرد محل سکونت خود را ترک کردند.